خب همونطور که میبینید این یک پلت جک تویوتا هستش که با باتری لیتیوم کار میکنه خشک، و در مورد مدلش هم این مدل رو میتونید ملاحظه کنید، بفرمایید که کاملا مشخصه. و این در واقع این جک هیدرولیکش روغنش زده بیرون و خیلی هم ما رو اذیت کرد و ما این جک رو در آوردیم. همونطور که میبینید این جک خودش به این ترتیب به این شکله که میشینه توی اون محفظه، فرش گرد هستش و این فرش هم باز کنی که گرد هستش و فقط یک دونه در واقع ورودی پایینش داره، بالا ورودی نداره. این جک رو ما نتونستیم توی اینترنت پیدا بکنیم، خیلی جار گشتم، طولش حدود 11 اینچه و من با جستجوی خیلی زیاد مدل مشابه رو پیدا کردم که 14 اینچه. و این رو آوردم دیدم اگر من فقط این سرشو با فرک ببرم به راحتی میشینه و وزنی رو که این جک داره 6 تن هستش که اینم مدلش اگر میخواد ببینید، بله برند و مدلش مشخصه چیه. و این تحمل بلند کردن 6 تن وزن رو داره که این پلت جک ما حدوداً 4400 پوند هستش که مشکلی این بابت نداریم. سر این شیلنگ خروجی این پمپ اگه توجه بکنید به این در واقع رتبه این بسته میشد که برای این مدل کار نمیکرد و من رفتم یه دونه کانورتور خریدم خیلی راحت، یه دونم درپوش گرفتم که بتونم این رو ببندم، در واقع کورش بکنم بالا رو، چون فشار روی جک باعث میشه که وقتی که پمپ اینور روغن رو قطع میکنه وزنش به راحتی جک رو پایین بیاره. برای خریدم به راحتی خوشبختانه در نزدیکی ما این کلیفلاور بود و من پیدا کردم و رفتم، خیلی حرفه‌ای و محترمانه و فوق‌العاده سریع با یه چیزی حدود کلن 21 دلار ما تونستیم این رو بخریم. همطور که میبینید وخامت خروجی این با این تطبیق نمی‌کنه و این در واقع قطرش بیشتر هستش، یه اورینگ اینجا داره و یه اورینگ هم اینجا داره، ما نمیتونیم از هر فیتینگ معمولی استفاده بکنیم، ولی خروجی این دوتا عین هم هستش. هم تا که میبینید دقیقا یک خروجی داره ولی این میتونه به راحتی روی این بسته بشه. بله در مورد این کورکنم به همین ترتیب، همطور که میبینی اینم دورش در واقع اورینگ داره بله و فخامتش مشخصه چیه که یه دونه پیچ آلن اینجا داره و میشه اینه به راحتی اینجا بست و کورش گرد بکنه. خب نکته بعدی قرار گرفتن این سیلندر که به راحتی جا میره و ما مشکلی نداریم، به غیر از اینی که فقط اینجا این سرش من بتونم با فرز ببرم و میخوره به این ورقی که اینجا هست و این رو بلند میکنه، وگرنه از نظر فخامت ما مشکلی نداریم، از نظر شیلنگ هم که فیتینگش بسته شد و باید درست بشه. این قطعه اوریجینالش رو من نتونستم پیدا کنم در سایت تویوتا و خیلی سایت شدن درش چند بار من رو مجبور کرد که بتونم فاینینگ کنم، ولی
جواب نگرفتم، ولی قطعاتی که اون تو پیدا کردم هیچ کدوم از 1400 دلار کمتر نبود، گرچه که در مورد این فورکلیفت خاک اساساً اصلا قطعه ای وجود نداشت توی سایت که من بخوام بخرم. و من توی ای بی گشتم که لینکشو براتون میفرستم و این رو حدود 160 دلار از ای بی گرفتم و به راحتی این فیت شد. لینکش هم براتون میگارم که اینجا مشخصه دیگه به چه شکلی این در واقع مشخصاتش نوشته شده. این پایین کاری انجام نمیده، فقط یه نگه دارنده است که به راحتی اونجا فیت شد، در نتیجه نمیخواد من ببرمش و یه روکش روش میگارم که فقط این جک تو جاش لغ نخوره. و اینه فقط مسئله من، اینه که بتونم این استیل رو ببرم و برای اینکه بتونم این کارو بکنم بعد اینجا رو خنک نگه دارم، آب بریزم که این گرم نشه، که این اورینگ لاستیکی اینجا رو خراب نکنه. یعنی اگه برشش بخواد طولانی بشه ما باید حواسمون باشه که با فلر اینجا رو گرم خنک نگه داریم. من از این لیفتراک استفاده کردم به خاطر امنیت و استحکامش و این جک رو محکم اینجا بستم و الان میخوام با این فرق در واقع این منطقه شروع کنم به بریدن. به این شکل از این فرق استفاده میکنم و اینه میبرم، منطقه چون تنها هستم دیگه فیلم نمیتونم بگیرم، بعد از برش این رو بهتون نشون میدم. خب همطور که میبینید من قسمت عمده ای از این رو برش دادم، گفتم قبل از اینکه به طور کامل جدا بشه یه فیلمی بگیرم که شما کاملا ببینید. و با حوصله البته با این فرق من کار کردم، فر این رو قشنگ میتونم بچرخونم گاویش رو و تیکه تیکه برش بدم تا بتونم کامل جداش کنم. این قطعه رو من برش کردم به این ترتیب که میبینید، فر اینم خیلی خوب و مرتب شد و یک کمی دور تا دورش رو قشنگ اینجا رو گرد کردم با سنگ و الان آماده است. بریم ببینیم جا بگنیم ببینیم به چه شکلی میشه. خب همونطور که میبینید این به راحتی در جای خودش قرار گرفت و الان دیگه مشکلی نداره. فقط نکته‌ای که من دارم میبینم اینه که اینجا یک سوراخی رو مشخصه و ممکنه موقعی که فشار رو داره عمودی میاره این از جاش خارج بشه. من باید یک کمربندی اینجا بتونم درست بکنم که در واقع این از جاش بیرون نیاد، مثلا به این شکل بگیرتش از دو طرف. ببینم برای این چه فکری میتونم بکنم، یا اینجا رو بتونم ببندم با یک بستی مثل این چی که الان اینجا شما دارید میبینید، یک کمربندی رو اینجا بتونم بگارم که این بیرون نیاد و دیگه شیلنگ میبندم فر این کانکتور رو. همینی که الان گرفتم و دیگه خلاص. خب همینطور که میبینید من یه دونه مهره رو با پیچ اینجا سوراخ کردم که این سر این بشینه تو این چالهه و در نیاد، فقط همین، به خاطر اینکه کور نخوره وگرنه کاری انجام نمیده. یه کمربندم اینجا درست کردم با این پیچا، فقط از جهت اینکه یه وقت بیرون نگانه، البته فشار انقدر زیاده که مشکلی پیش نمیاد، فقط از جهت اینکه بیرون نگانه این پیچا هم اینجا آماده بود. من فقط یه دونه ترسمه رو خم کردم گذاشتم با وانه غلاف و این الان خیلی قشنگ و داره کار میکنه، به راحتی اینو بلند میکنه و البته الان روغنش کمه اما قشنگ داره کار میکنه. این تانک ما هم باید پر روغن کنم فعلا، اما داره کار میکنه. دقت کنید که چرخا رو چقدر آورد بالا و به راحتی الان مشخص شد که چرخا چقدر بالا هستش و پایین اومدنش هم که وقت این به راحتی اینی میاره پایین فر جاش و علاقه سنگ هم داره کار میکنه و خیلی هم خوب. حالا بله این پروژه جواب گرفت. خب همونطور که میبینید ما بعد از اینکه این فر رو بریدیم الان اومدیم این طرف هم دارم میبرم
به وسیله این فرز که بتونم طول این جک رو کوتاه‌تر کنم. دلیلش هم اینه که موقعی که این پالت جک روی پالت بود ارتفاعش بیشتر بود، وقتی اومد روی زمین دیدم که این فاصله زیاده و باید اینو ببریم. خب همطور که میبینید این برش انجام شد و یک قطع خیلی خوبی به دست اومد و این تیکرم که من کندمش رو گذاشتمش کنار. حالا بریم این جک رو جا بگنیم ببینیم چی در میاد. این پروژه تقریبا آماده شد. این روغن هیدرولیک AW46 چیزی هفتش که من برای پر کردن این استفاده کردیم و با این قیف و این جک الان قشنگ سر جاش نشست. این سیم فاصله پیدا کرد، یک کمی اینجا رو اکسپندش کردم که به این گیر نکنه و این سنگین ترین پلتیه که الان ما موجود داریم. تقریبا فکر میکنم که یه چیزی حدود 2 تن وزنش باشه مینیمم یا 2500. اینو خواهش میکنم شما بگارید پایین. پایینه بلند کنه. ببینیم که ارتفاعی که روی زمین بلند میکنه. یکم دیگه بلند کنیم آخرشه. حالا بگویم پایین. بله یه بار دیگه. بسیار عالی، خیلی هم خوب. هیچ جایی هم دیگه ما نشتی نداریم، یعنی اتصالات ما کاملا درسته. این اورینگ پشت پیستون کاملا درسته و جایی ما دیگه روغن ریزی به هیچ عنوان نداریم. حالا میتونیم قابشو ببندیم و پروژه تموم شد. بله درود بر شما، امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. ایشون هم همکار ما هستن که ما کمک کردن، راهنمایی های کلیدی و فنی رو در واقع ایشون دادن پشت پرده. شما استاد هستید. اگه علاقه من به این سبک ویدیو ها هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.